با اجازه بزرگترها، کوروش هستم از آتلانتا. من معمولا پیش از شروع برنامه میگم کی هستم که اخطار و هشدار را به شما داده باشم. بله، در توضیح تصویرهایی که در کنار من میبینین میخواستم شروع کنم از این عالی جناب آقای حشمت رئیسی که بکنم حتما خدمت شما رو دارید. ایشون حدود بیشتر از 1001 برنامه اجرا کردن سخنرانی و ایشون فعال سیاسی هستند و از عضو حزب توده بودن، اینجوری که خودشون در بایوگرافی خودشون نوشتن. و حالا من نمیدونم چرا مهر آیت الله خامنه‌ای که در واقع به دل ایشون نشسته، نمیدونم چرا تا اونجا که من میدونم، من حسش شما میگه که توده یا معمولا کمونیست هستن و کمونیست هم به دین اعتقادی ندارن، و حالا ایشون چرا مهر علمای دین به دلش نشسته، چیزی که من عقلم بهش قد نمیده. در موردشون صحبت بکنیم و اما بپردازیم به سه تصویری که در این طرف من میبینین. به ترتیب از بالا به پایین بهتون میگم. ایشون آیت العظما یوسفی ثانعی یا یوسف ثانعی، در واقع ایشون از امام جمعه قم هستن و ایشون در حال حاضر آیت العظما هستند، ولی 40 سال قبل در زمان به پا گرفتن جمهوری اسلامی ایشون حجت الاسلام بودن و فکر میکنم قبل از اونم مثلا ایشون طلبه بودن. و به هر حال علتی که عکسو گذاشتم اینجا و اینو خواهم گذاشت و همیشه هم ذکر خیرشون رو خواهم کرد، به خاطر اینکه یک روشی داره برای حل مسئله و معماها که احتیاجی زیاد به علم و دانش و تجربه و هیچی نداره، فقط یک مقدار عقل سلیم کافیه که خیلی از مسئله رو ما به سادگی حل بکنیم. نمونهش میگم، یک بار یکی از این روحانیون گفته بود که وقتی که زلزله اومده بود، گفته بود که علتی که این همه زلزله میاد اینه که زنها بی حجابن. اینا بهش گفته بود که مرد مؤمن، اگر اینجوری بود که زمان شاکی میباید ما شب و روز زلزله داشته باشیم، اونجا که بعد حجابه خیلی خیلی بدتر از حالا بود، و با همین روش ما میتونیم خیلی از مسئله رو حل کنیم که این جناب رئیسی در واقع خیلی این فرصت به ما داده که رویشون تجربه کنیم. عکس وسطی که بینین هانیبال سردار بزرگ روم که ایشون یکی از نابغه‌های بزرگ نظامی دنیاست و در آکادمی‌های نظامی دنیا حالا هم که حالا اون تکنیک‌ها و کلک‌ها و جزء کلک‌های جنگیش و روش‌های جنگیش اینا رو سعی می‌کنن درس بدن. آقای رئیسی درباره ایشون اشاره کرده بودن با جنگ هانیبال و روم و قرارداد رومی که می‌خواست نتیجه بگیره که ایران بیگناهه و این قراردادی که میخواد بشه خیلی زورکی و تحمیلی و از این چیزا، به جانبداری از آیت الله خامنه ای. و من این جریان هانیبال و اینا را آشنایی داشتم، علاقه من بودم. من هانیبال از 58 سال پیش میتاختم، نه شخصا، فیلمش دیده بودم اونجا که با ارتشش از کوههای سرد فکرم آلپ میگذره در شمال ایتالیا، و اونجا یادمه که چجوری تو اون سوز سرما فیلا از بین میرفتن و سربازا میافتادن پایین از بالای کوه و گرگا میبادن سراغش خدمتشون میرسیدن. این یادم بود و هر وقت هم فرصتی شد دربارش یا ویدیویی میدیدم یا این که کتابی میخوندم، مطلبی هر جا که بود. ولی اون چیزی که آقای رئیسی گفتن خیلی عجب و غریب بود و همینجد خواستم که این ما به تحقیم بکنم ببینم چیه، و واقعا یک هفته از وقتمون رو گرفت و به هم جهته که شاید این برنامه خدا به درازا بکشه. و اما موضوع سوم، تصویری که ملاحظه میفرمایید ایشون مظفرالدین شاه قاجار هستند. مظفرالدین شاه قاجار یک داستانی داره که خیلی اینجا به درد ما میخوره و میگن مظفرالدین شاه قاجار وقتی که از سفر فرنگ داشته برمیگشته، قرار بوده که 21 یا 19 تا تیپ تور توپ جلوی ایشون منفجر بکنن، شلیک بکنن، و این میاد و وارد کشور میشه. اینو نخیر هیچ خبری نشد، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، ده دقیقه، 15 دقیقه، 13 دقیقه، اینقدر قمیل نشد. فراش باشی رو صدا میکنه، میگه که فراش باشی تو پا چی شد شدی که جریان تو که آبرو ما رو بردی؟ اینا میگه که قربان نتونستیم این کار بکنیم به 1001 دلیل. میگه چی؟
میگه دلیل اول اینکه بارود نداشتیم، بارود نداشتیم. اینا میگه بقیه‌اش نمیخواد بگه. حالا این جناب رئیسی 1001 مصاحبه داشته، نوشته داشته، مطلب داشته، حرف داشته، و ما اگر یکیشو به شما ثابت کنیم، فکر کنیم میتونیم به شما ثابت کنیم که این یه مقداری بزرگوار، یه مقدار جنس شیشه خورده داره. و حالا من توضیح میدم دیگه قضاوتش با خودتون. و حالا در مورد بازم تایید حرفا یا ادامه اون داستان مظفرشاه بگم که ایشون در یک موردی یک قضاوتی کرد که حتی حاضرم نشده تا حالا بگه من اشتباه کردم. و اون وقتی بود که شاید من خاطرتون هستش که نتانیاهو اومده در رادیو تلویزیونی های دنیا اومد گفت که نیم تن اسناد و مدارک اتمی ایران از قزاقستان دزدیدن و خلاصه با 3 یا 2 کامیون از ایران خارج کردن و اومده در اختیار رسانه های گروهی تمام دنیا گذاشت و دیسکاش و کتاباش البته نسل شد و گفت که آره ایران دروغ میگه. و آقای رئیسی و همچنین همکارشون یار گرما و گلستان نیشون که فکر کنم یه موقع میونشون خوب بود و حالا شاید تخیار تلخ شده باشه، ایشون اومدن و گفتن که اینا به مسخره گرفتن و گفتن که این تمام این مدارک رو میشه توی یک دونه از این USB یعنی که اندازه نصف فندک گنجوند و اینا بی خود و مسخره است و اینا قلابی و علکی و خلاصه به نفع جمهوری اسلامی این مسئله رو تمام کرد. اگه جمهوری اسلامی حق داره باید حقا بهش داد. من دفاع کردم و میکنم از کسی که حق داده، حتی جمهوری اسلامی با اینکه هر کاری میکنم مهرش بدنم نمیشین. به هر حال چیزی که میخواستم خدمت آقای رئیسی عرض کنم با استفاده همون روش آقای ثانیه‌ای میخواستم بگم که اگر اینا دروغ بود، اولا اسرائیل با این همه هرچند خنگ و نفهم و چیز باشه، ابله باشه، اینا رو پیش از اینکه بیاد نشون دنیا بده میره چک میکنه، چون یه 6 ماهی مثل که قبلش این کار کرده بودن ببینن درست یا نه. بعد تمام اینا رو در اختیار رسانه‌های گروهی گذاشتن که دست جمهوری اسلامی هم میرسید، رسیده حتما. اگر اونا میتونستن نقطه ضعفی بگیرن، اگر میخواستن بگه این نتانیاهو دروغ میگه، حرف چرت و بی اساس و پایین، مطمئن باشه جمهوری اسلامی این کارو میگه. حالا اونا این کارو نکردن، آقای رئیسی ازشون دفاع میکنه. با اومدم یه مرحله موضوع دوم که میخواستم بگم، وقتی که توی فرانسه وقتی مجاهدین گرد همایی داشتن، گویا یه بمبی منفجر شده، مجاهدین میگفتن این کار جمهوری اسلامیه، خود پلیس فرانسه میگفت این کار جمهوری اسلامیه، آقای رئیسی میفرمودن که نخیر این کار خود مجاهدین. و هنوزم که حاضر نیستم راجع به این موضوع اظهار نظر بکنم. این 2 تا نمونه از طرز فکر و رفتار و خط و مشی جناب آقای رئیسی. و سومیشه که میخواستم بگم، ایشون راجع به قرارداد رومی صحبت میکردن و میخواستم بگن که به جانبداری از طرف آیت الله خامنه ای میخواستم بگن که این قرارداد برجام یا قرارداد دادایی که هست مثل قرارداد رومی بسیار ظالمانه است و ایران هیچ تقصیر نداره رو بیگناه و چیز. حالا اگه نظر خوب داشتن، نظر خودشون میتونه اینجوری باشه، ولی موضوعی که میگفتن درباره قرارداد رومی اشاره میکردن به کارتاژ و میگفتن اینا در نبرد کارتاژ چیزی که بود اینها قتل عام کردن، شهر رو آتش زدن و حتی نمک ریختن روی مزارعشون که اینا دیگه نتونن حتی نمک ببخشید محصولات کشاورزی بکنن. یه مقدار عجیب و من رفتم تحقیق کردم، دیدم که گفتهشون درسته و اینا که میگم نمک پاشیدن در مزارع کارتاژ، این در جایی نوشته شده ولی یه ده شک دارن و میگن همچه چیز واقعیت اتفاق نیفتاده. و به هر حال چون نمک پاشیدن رو اون روی کشور یک شهر بزرگ و اطرافش این چیز همچه کار آسانی نیست، شاید بعد یه مدت هم اثرش از دست بده. به هر حال موضوعی نیستش، ولی میخواستم بگم که
این قراردادی که ایشون حرفش رو که می زدن و اینا قرارداد سوم بود. دو تا قرارداد دیگه بود که به دلایلی که من نمیدیدم آقای رئیسی به ششاره نمی کرد. از ما آقای رئیسی گفتن که کارتاش همون مراکش مراکش بوده، کارتاش قدیم همه مراکش فعلیشون اشتباه کردن و در واقع تونس و فاصله شم با مراکش الجزایر بینشونه در شمال افریقا. به هر حال من اگر که این یک اشتباه بود که فکر کنم اشتباه هستش، به هر حال سن و سال که بالا میره یه مادر حافظه کم میشه، آدم اشتباه میکنه، منم زیاد اشتباه کردم باور کنید. من اسم همسرم ژاکلین، میخوام صداش بزنم، میگم جانت، جینت، جاله، جنفر، الیزابت، کتی، سوسن، بعد خلاصه نمیدونم چرا دادی بیدادش میره هوا. وقت این زنها میکن ما مردا شبه نیستیم. حالا کاری ندارم، اینجا این آقای فکر کنم حتما اشتباه کرده، به فکرش نرسیده، چون که میدونم خونده بود این جریان رو. و علتی که گفتم اینه که خیلی دیدم، شاهدم که بعضی داستانها رو از خودش میسازه به خاطره که مقدار شیرین ترش کنه که به نفع آیت الله خامنه‌ای و رژیم ایران تموم بشه. و هدف اصلیشون همین بود از داستان کارتاژ. حالا اگر اجازه بدین، چون که 3 تا قرارداد بود بین روم و کارتاژ و من مرد گل روی آقای رئیسی، یکی یه هفته وقت گذاشتم و خلاصه هر چیزی که بود از نوشته و یوتیوب و این چیزا ببینم این جریان چی بوده و اینا. اجازه بدین یه نقشه برای این که منظورم بهتر بفهمونم با اجازه آقای رئیسی بذارم جلوتون. میبخشید من از اون کروماکی و از این چیزا ندارم که بخوام پشت صحنه با کامپیوتر نشون بدم. اهور و مزا به من کمک نکرده، اگه نه منم حالا تمام دم و دستگاه رو داشتم. بله این همینجوری که حسش شما بهتون گفته، این قسمت آبی رنگ دریاست و دریای مدیترانه است. اون قسمت قهوه‌ای رنگی که میبینین یونان، البته یونان به این بزرگی نیست، نسبت به ایتالیا کوچکتره. بعدش اون ایتالیا هم که میرید یه قسمتش مثل یه که پای زنی با چکمه و اون دو تا جزیره کنارش هم سیسیلی از همونه که مافیا میان ازش و ساردینی یا یه جزایری که اینا مال کارتاژ بود که در واقع اینجا تونس قدیمی همون کارتاژی که قرمز رنگ نشون شده و نشون داده شده در اینجا. و میبینی طرف شرق تونس لیبیه که البته یه مقدار پیشتر میباید جا داشته باشه، که مقدار بعدش مصر و بعدش هم که میاد وارد خاورمیانه میشه و اسرائیل و سوریه و لبنان و ایران و ترکیه و ایناست. باش از اون طرف هم که الجزایر و مراکش و از مراکش که فاصله کوتاه دریایی است تا اسپانیا. و این همونجور رای بود که هانیبال پیش گرفت که لشکر و لشکرش ببره به ایتالیا و اونجا حمله رو شروع کنه. حالا از این 3 جنگی که بودن بین کارتاژ و مدیتر ببخشید و ایتالیا، میخواستم بگم که در زمان فروپاشی اسکندر، بعد از مرگ اسکندر در سال 1000 و نه ببخشید در 300 و در سال 323 قبل از میلاد، یعنی 3 قرن و یه خورده ای تقریبا 1/4 قبل از میلاد که اسکندر مرد، دیگه اون جنرالاش فرماندهانش کنترلش رو کشورهای دیگر رو تقسیم کردن و به عهده گرفتن که ایران، در ایران هم حدود 100 سال به نام سلوکیان بر ایران حکم راندن در زمان سلوکیان. بعد بر حال اسکندر که مرد یه مقدار این ایتالیایی یا رومی ها روشون زیاد شد، میدون خالی دیدن، صحنه رو مناسب دیدن به خاطر اینکه دست اندازی بکنن به ایالت ها و به ایالت های ولایت های دیگه و یه مقدار از اون متصرفات امپراتوری کارتاژ که در آن موقعی که امپراتوری بود در آوردن. جنگ رخ داده بوده 20 سال هم طول کشه شاید بودیدن و بالاخره اولین قراردادی که میذاره اینه که خیلی خوب دیگه، حالا آتش بس دیگه، هر کس که هر چی که گرفته دیگه مال خودش همونجا باشه دیگه، معاوضه نکنن اون متصرفاتو.
این میگذره و میگذره و میگذره و میگذره تا اینکه پدر هانیبال که اسمش همیلکار کارتو بوده، این فرمانده سپاه کارتاژ بوده و خیلی خیلی دل خون و نفرتی داشته از ایتالیایی ها و این داشته میرفته اسپانیا. وقت اسپانیا جز متصرفات تونس بوده کارتاژ، این هم میخواسته باش بره در سن 9 سالگی بهش بگه که به شرط هم میبرم که قسم بخوری انتقام من از رومیا بگیری. به همون یه بوزی میارن میکشن، دست خونی میکنه، مراسم خلاصه انجام میشه و اینا با همون کینه و نفرت خشمی که از ایتالیا داشته میره اسپانیا. اونجا بعد از یه مرتبه های یا سبت ها و پست های نظامی میگیره و خلاصه بعد از اینکه با اینکه 3 تا برادر داشته به فرماندهی یه سپاه و لشکر میرسه. بعدش پدرش که میمیره اون عموش فرمانده لشکر کل اونجا میشه و عموش هم که بعد به قتل میرسه خودش میشه فرمانده کل و در سن حدود 27 سالگی شروع میکنه به طرف حرکت از طرف به طرف روم از بالا. چون نگاه بکنید به دریا، بینش اینا ناوگان دریایی داشتن ایتالیا و تونس، میتونستن متاش خب خبردار میشدن برها رومیا. این به خاطر که غافلگیر نشن، چیزی که به عقل جن نمیرسید که این آقا بیاد فیل برداره به بلندش از اون بالا بره و 40 تا فیل و 40,000 تا سرباز خلاصه میگیره که نصف رو از بین میرن و شروع میکنه از اون دریا که یک فاصله کمی بوده به هر حال بازار مکافات بیلا و اولادکش رد میکنه و وارد اسپانیا میشه و از اونجا هم اون یه مقدار زد و خوردهای خیلی طولانی با گالها داشته که فکر کنم فرانسوی اون کشورهای که فعلا در اروپا هستن. بعد به هر حال از بالا از کوههای آلپ میگذره و این هم یه دفعه به این ایتالیا میگه که چه نشسته که هانیبال داره از با فیل داره از اون کوه ها میاد. خلاصه از بالای ایتالیا که میاد اونجا یک در اولین زد خوردی که به اتفاق میفته 15,000 ارتش روم میکشه و پیروز میشه. بعد دوباره حرکت میکنه میاد طرف های وسط های روم. اونجا در کنار یک دریاچه بوده که صحنه رو یه جور میچینه که خلاصه وقتی که دشمن غافلگیر شد اینا مجبورن عقب نشینی کنن و وقتی هم که عقب نشینی میخواستن بکنن پشتشون دریاچه یخبندانی بوده اونجا و اینا همه در اونجا 30,000 نفر رومی کشته میشن. و بعد همینجوری خلاصه یه بعد 2-3 سال بعدش حدود در حدود 2 سال که از هجومش به ایتالیا میگذره اینا میاد حمله 90 کنا یا کنی اتفاق میفته. 50,000 تا 60,000 نفر رومی قتل عام میشن و 20,000 نفر اسیر میشن و این فاصلهش در فاصله 130 کیلومتری روم بوده. وقتی که روم شکست میخوره با این وضع داغون اینا، هانیبال حالا منتظر بوده خیلی خب حالا که ما پیروز جنگ شده پس بیا با هم صحبت بکنیم، بیا یه غرامتی با ما بده، این اسیرا رو بگیر و ما هم رامون رو کش کنیم بریم خونه. ولی زهی تصور باطل زهی خیالی محال، اینا اصفهانی ها میگن، من ادا اونا رو در آوردم که میخوان ادای اصفهانی رو در بیارن. بعد به هر حال این تقریبا یه حالتی بود مثل اینه که ترامپ خواست با آیت الله خامنه ای بکنه و بگه که خیلی خب ما برجام رو باطل کردیم، حالا بیا بشیم با هم مذاکره بکنیم. و آیت الله خامنه ای هم بهش گفت زهی تصور باطل زهی خیال محال. به همین جهتی که این یک همونجوری که هانیبال کنف شد فکر کنم ترامپ هم کنف شد. این ترامپ شدن کنف شدن ترامپ در واقع میشه به حساب یک پیروزی برای آیت الله خامنه ای گذاشت از طرف های طرفدارانش، چه اون کسایی هم که طرفدارش نیستن. به هر حال اون چیزی نبود که ترامپ تصورش رو میکرد. حالا منتظر میمونه ولی البته شرایط فرق میکنه که توضیحش رو بدم. در اینکه جنگ رو ببری و منتظر بشی که طرف بیاد با تو صحبت بکنه، در گذشته هم اتفاق افتاده. زمان حمله ناپلئون به عرشبت بزرگی که روسیه به مسکو، وقتی که دیگه اون ناپلئون پیروز شد رفت
که دیگه بگه حالا بیه قرارداد تصمیم رو بنویسین، دیده که نه خیر هیچ کس نیست، اینا شهر خالی کردن و رفتن و پیروزی را از اینجوری از ناپلون گرفتن و بعد انقدر شهرها و اینا را آتیش زدن که دیگه ناپلون واقعا با که افتضاح دوباره برگشت و با یک تلفات بسیار سنگین. و یه نمونه دیگرش در جنگ‌های صلیبی، ریچارد سوم حدود 3000 نفر از لشکریان اعراب را اسیر میکنه و پیام میده بر صلاح الدین ایوبی که حالا بیا درباره اینا صحبت بکنیم، یه جوری غرامت بده، یه جوری مذاکره کنیم و اینا. خلاصه بعد منتظر میمونه نمیاد، میبینه خبری نشد، هرچی منتظر میمونه میبینه خبری نشد. و اینا هم حالا 3000 تا اسیر داری، باید باشن غذا و خوراک و نگهبانی و نگهبانی و نگهداری و همه اینا رو داشته باشی. اینا هم بلا تکلیف اعصاب خورد، هرچی که پیام میده برای صلاح‌الدین ایوبی اونم قبول نمی کنه. این ریچارد هم دستور میده 3000 تا از مسلمانان را گردن میزنن جلوی دیوار عکا. و یک نمونه بود که نمیدونم، شاید تجربه تاریخی باشه که شما اگه یک دشمن عاقل داشته باشی میتونی پیشبینی کنی کاراشا، ولی یکی یا خیلی دیوونی که به سرش بزنه معلوم نیست میخواد چه کار بکنه. به هر حال ترامپ اینجا در این ماجرا برجام آدمی که نمیشه پیشبینیش کرد. و همچنین این کسایی هم که از اقتصاد اینا سرشون میشه میگن که این تحریم ها و اینا اقتصاد ایران رو فلج میکنه. اینا من نمیگم، دکترای اقتصاد میگن. و حالا اگر که یک شگردی دارن از آسین در بیارن اینا من نمیدونم، ولی به هر حال این تجربه‌ای بود که اتفاق افتاد. و آقای رئیسی اشاره که میکرد در واقع به چیز همین بود، به برجام و مذاکره کردن و وادار به تسلیم کردن و این چیزا، شاید منظورش همین بود. به هر حال چیزی که میخواستم بگم، در 130 کیلومتری کنا یا کنی، وقتی که لشکر کارتاژ همونجا اتراق کرده دیگه تکون نخورد، پیام فرستاد یک برای سنای روم، یکی از سناتور رومی به اسم فابیوس ماکسیموس، یا قاطی کردم فکر کنم یا ماکسیموم فابیوس، حالا فرقی نمیکنه چه ماکسیموم فابیوس چه فابیوس ماکسیموس، سناتور یا کوینتوس هم در ضمن اسم پشت اسمش هست. به هر حال ایشون سناتور بود و سناتورای روم در اون موقع اینا سپهسالار نظامی هم بودن. و ایشون میگه که نه، ما به هیچ وجه زیر بار نمیریم و برای قدغن میکنیم، میگه که ممنوع میکنیم، میگه که هیچ کس هر نداره بره پولی به اینا بده که اسیرش رو آزاد کنه، شهیدن مجازات میشه، و میگه بذار اونجا بمونن. و این میدونست یک جنگ فرسایشی رو شروع کرد که میدونست برنده میشه. و اینا میدونست که جو خودشم نظامی بود، میدونست که هانیبال خیلی باهوشتر از اونه که بیاد به یه شهری که نمیشناسه با اون لشکر کمی که داشته حدود 40000 نفر بیاد حمله بکنه. و میگه اینجا بمونن و بالاخره طرحش هم درست از آب در میاد. اینا تو بلاک تکلیفی بین خودشون اختلاف میفته، وقتی که میخواستن برن آذوقه و غذا جمع کنن مورد حمله رومیا قرار میگرفتن. برادر هانیبال که همراهش بوده، در ضمن هانیبال برادر کوچیک خانواده بارکا بوده، ولی خب به خاطر نبوغی که داشته سرفرمانده میشه. به هر حال اون ول میکنه و میره و یک مدتی میگذره تا اینکه اینا، من بهتون بگم که هانیبال در جنگ اولی که داشته شکست که میده، یک فرمانده نظامی ایتالیایی بوده به اسم اسکیپیو افریکانس. بعد این کشته میشه و یه پسر 10 ساله‌ای داشته که این در اون 15 سالی که هانیبال اینجا تو ایتالیا بوده، تمام فوت و فنا و تاکتیکا و خلاصه کلکای کار هانیبال رو یاد میگیره، بر علیه خودش استفاده میکنه. و یکی از در نبرد زوما، اینو بهتون بگم، به همین جهت بود. حالا هانیبال حدود 15 سال 16 سال در ایتالیا میمونه تا اینکه اون اسکیپیو جوان 10 ساله به سن 25 سالگی میرسه و
بعدش هم همین فابیوس هم که سناتور رومی بوده، بالاخره اینا فکرشون رو میریزن رو هم. اینا میان، حالا اگه به نقشه نگاه بکنین، اینا تصمیم میگیرن که به جنگ هانیبال توی خود ایتالیا نرن، برن توی شمال افریقا. و اینا از اگه به اون نوک کفش نگاه کنین میبینین با کشتی اومدن رفتن به با کشتی هم میشه از عمر رفتن به اسپانیا. اونجا جزو متصرفات اگر اشتباه نکنم تونس بود، یا همون کارتاج. بله اون وقت بود، برادر چیز اونجا بود، برادر یکی دیگه از برادرای هانیبال اونجا بود و کلبتی میکشنش. بعد برحال اونجا بود و به هانیبال خبر میدن چه نشسته که لشکر اسکیپو ببخشید اونجاست، اسکیپیو اونجاست، اینا ول میکنه محاصره روم و این چیزها را از ایتالیا و میره به جنگ اسکیپیو. حالا از همون روشی که استفاده میکردن به شما بگیم که فیله، گفتم که هانیبال هم مثل فیل، یعنی مثل نادرشاه از فیل استفاده کرد در جنگ. ولی خب این فیل خوبش بینید یه وقتی هم به ضرر آدم تمام میشه، اون سپاه تمام میشه. و خیلی فیلای افریقایی هم خیلی قوی بزرگ هیکلن، یعنی اون سربازه تا سر زانو فیلا میرسن، خیلی بزرگ، خیلی وحشت، خیلی تون میرن، خطرناک. به هر حال و اینا رو معمولا میذارن صف جلوی جبهه. و این ارتش روم، این اسکیپیو یه تحریکی میزنه، کاری میکنه که وقتی که فیلا میان از پیشو فرار نمیکنن که اینا، یا جلوشو وای نمیسن که اینا له بشن، عقب نمیشینن. اون ستونایی که بودن همینجوری اینجوری میچسبن به هم، یک در میون و یک کوریدوری جلو فیلا باز میکنن. بعد فیلا که میان وسط لشکر دیگه از چپ و راست و پس و پیش خلاصه میگیرنشو به تیرکمون به میکشن. خیلی از بعد اونجا صدای سپر و اینا هم که در بیارن، فیلا میترسن برمیگردن میرن لشکر خود هانیبال رو داغون میکنن. و خلاصه در این جنگ در سرزمین زوما اتفاق افتاد، جنگ زوما بهش میگن، در 202 سال قبل از میلاد مسیح. این جنگ به هر حال به پیروزی روم تموم شد. تقریبا نصف کشور، نصف ارتش کارتاج از بین رفت و 20 هزار تا هم اسیر بود. و البته یک مذاکره کردن قبل از اینکه جنگ کنن، اسکیپیو و هانیبال، چون که احترامی برای هم داشتن، چون که جفتشان نقاب نبوغ نظامی هم اطلاع داشتن. به هر حال در این قراردادی که گذاشته نوشته میشه و شاید فرصت نشده تا آقای رئیسی بهش اشاره بکنه، دیگه قرار میشه که کارتاج دیگه از تمام متصرفاتش و ایناش دیگه قیدش رو بزنه، همه دیگه اینا میفته جزء امپراتوری روم. و ناوگان دریایی کارتاج از بین باید بره، 500 تا کشتی رو با آتش میکشن و قرار میشه خراج سنگینی از نقره به از کارتاج به روم بدن بابت غرامت جنگی که 50 سال طول میکشه. و همین. و به هر حال در این زمان بوده که هانیبال 45 ساله برمیگرده به کارتاج و در اونجا دیگه پشم پیلش هم ریخته بوده، ولی میره توی سنای کارتاج. اونجا میگه که من میتونم کشور را بسازم، درسته که شکست خوردیم و اینا، و یه کارایی میکنه که حتی اون خراج روم هم در به جای 50 سال 10 ساله میده. و خب متاسفانه رقابت‌های سالم ناسالم بعضی از این کسایی که حسودیشون می‌شده اینا باعث میشه که احساس خطر کنه و فراری بشه. و وقتی که فراری میشه، رومیا که میفهمن این فرار کرده و اینا، دیگه بهش اطمینان نمی‌کنن و خلاصه میترسن دوباره بیاد لشکری چیزی شروع کنه. تصمیم میگیرن بکشنش و بالاخره بعد از بله یک بعد از 20 سال بعد از این جنگ زوما توی ترکیه
به یکی اطمینان کرده بود اونا میره لوش میده و وقتی که سرباز رومی رو ببینه به خاطر اینکه پیروزی نهایی مال اونا نباشه داغشون دلشون بذاره سمی کمچه هم داشت داشته زهری که داشته می نوشه و خودکشی میکنه و در سن 65 سالگی سال 200 قبل از میلاد مسیح. این داستان این بود و این نام با اسکوپیو دوم بار همون اسکوپیوی که 10 سال بود تا سنش 25 سال بود ایشون جمعه قرار دادی بس. حالا دوباره یک اسکوپیوی دیگه وارد جریان میشه حدود 50 سال بعد، چون که طبق قراردادی که در همون قرارداد زوما بهتون گفتم کارتاژ حق نداشته به هیچ کشوری اعلام جنگ بکنه بدون اجازه ایتالیا روم، و بر حال اوضاع به خوبی داشته پیش می‌رفته تا یکی از اون متصرفات همسایه‌های قبلی کارتاژ که قبلا جزء امپراتوری کارتاژ بوده حمله می‌کنه، اینا مجبور شدن دفاع کنن با اون وارد جنگ میشن و رومی‌ها اینا وارد به حساب نقد قرارداد می‌ذارن میان. و خلاصه یک شرایط اینه که آقای رئیسی میگفت شرایط رومی همین بود که یک شرایطی میذارن که واقعا تحملش یعنی امکان شدنش برای کارتاژیا نبوده و نمیتونستن دیگه آخر خط. البته نمیخوام دفاع بکنم از آقای خامنه ایشون، یه شرایطی که جمهوری اسلامی میتونه از بعضی چیزا بگذره، از اینکه مهرش از دل حماس و سازمانه دخالت از کشورهای مثل در خلیج فارس یا لبنان و سوریه و اینا بگذره، یعنی از این کارا رو کنار بگذاره و از این کارا بگذاریم. این کارا رو چرا جمهوری اسلامی میتونه بکنه، ولی در اون شرایط کارتاژیا شرایطی را اون روم پیشنهاد کرد که واقعا امکان جلوگیری از جنگ نبود و که جلوی جنگ رو بگیرن نمیتونستن پیشنهاد کنن و قبول بکنن، و به همین جهت فرمانده کارتاژ کشته شده و زنش میاد دوتا پسراشو جلوی معبدی قربانی میکنه و خودشو میکشه و بعدشم خب ارتش روم حمله میکنه و همجوری که آقای رئیسی گفت آتش میزنه و ویران میکنه شهر را و البته مزاره را همه رو میسوزونه و حالا جدن نمک پاشیدنش رو یه ده میگن روی مزاره، بعضی ها میگن بوده بعضی ها میگن نبوده که من کاری ندارم. برحال این بود داستان کارتاژ و که امیدوارم براتون جالب باشه. میخواستم تشکر کنم تا اینکه باطری مزامن هم کمی ازش مونده از آقای رضا آزادی یا همیت سرتیتر، منو نپندم این سرتیتر چه اسم فامیلی کشون برای خودشون انتخاب کردن، حالا اگه ببینم ازشون میپرسم. و همچنین بزرگواری که برنامه تحت عنوان مزدور ستیز درست کرده یا روشنگران که آقای امید دانا رو حسابی میاد افشاگری میکنه، و همچنین هم خیلی کسای دیگه این کار رو کردن. این کار قابل احترام درسته. امید دانار میتونه روی عده تأثیر بذاره و این اگر اخبار دروغ میگه اطلاعات دروغ میگه اینا رو من از مدت ها پیش یادداشت کردم میام میگم با دلیل و منطق اینا مغرضانه است. البته من هنوز نفهمیدم جریان از کجا میخواد. به هر حال فکر کنم همینجوری دیگه همینجوری که حس ششمتون میتون گفته دیگه من باید بله دیگه غزل خداحافظ رو بخونم با اجازه بزرگترها بدرود.